ما به عنوان یک فرد هر صبح وقت که میخیزم قبل از اینکه شیطان ببینم با خدای خود ملاقات میکنم، قبل از اینکه مردم ببینم با خدای خود صحبت میکنم، یعنی نماز خدا میخوانم و نماز صبح آغازگر ملاقات ما با خداوند است. و وقتی ما با خدای خود ملاقات کردیم دیگه هیچ چیزی نیست که ما را افسرده بسازه، هیچ چیزی نیست که دیگه دل ما را درگیر وسوسه های شیطانی بسازه. بنان خیلی مهم است که شما اولویت های زندگی را داشته باشین. اگر در زندگی خدا نمی بود و اگر زندگی با پایان می رسید بدون اینکه هیچ باشه، به نظر من دیگه نباید با اصول زندگی می کردیم. دیگه می تونست یک انسان بانک دزدی کنه، می تونست یک بیادر بالای خواهر خود تجاوز کنه، چون دیگه بعد از هیچ دنیایی نیست. یک هر کس هر کاری که می خواست می تونست انجام بده. اما باید بفهمیم که زندگی یک امتحان است، باید بفهمیم که خداوند بهترین پلان گذار است نسبت به انسان، باید بفهمیم که مرگ و زندگی به دست خداست، باید بفهمیم که ذلت و عزت به دست خداست، باید بفهمیم که این زندگی یک ماموریت است که ما باید انجام بدیم. کدام ماموریت؟ ماموریتی که در او 5 و حداقل نماز بخوانیم، ماموریتی که در او زندگی اجتماعی را برش ارزش قائل باشیم، برای خواهر خود قربانی بدیم، برای برادر خود قربانی بدیم، پرسان کاکای خود کنیم، پرسان عمی خود کنیم، پرسان خاله خود کنیم، زندگی که دو مغز خود نگاه کنیم، چگونه حداقل 8 ساعت خواب داشته باشیم، زندگی که دور از احتیاط و عمل باشه، دیگه تبلت که نزنیم، دیگه چرس نزنیم، چون این چیزا باعث میشه که من مغز خود از دست بدم و شیطان وسوسه های خود بیشتر کنه و من نتونم روح خود کنترل کنم، زندگی که دو بتونیم از پورنوگرافی و عیاشی دور باشیم، چون باعث میشه ما بی‌غیرت باشیم، باعث میشه که ما لط شویم. بنان وقتی ما میگیم که شما باید اولویت داشته باشین و اولویتتان اسلام باشه، اسلامی که این مسائل اساسی را به شما یاد میده.